سلام یوتیوب، خوش اومدیم به چنل من. امروز هم یه آموزش دیگه پریمیر پرو داریم، اما فرقش با آموزش‌های قبلی اینه که بر خودم یه چالنجی گذاشتم. تکنیک امروز رو قراره توی 2 دقیقه بهتون بگم، بیشتر بشه باختم. پس بدون فوت وقت بریم اینترو برگردیم. ویدیو امروز درباره تکنیک ریپل دیلیت توی نرم افزار پریمیر پرو. امروز داشتم یه پروژه‌ای رو تدوین می‌کردم که فایل ضبط شده‌اش فقط 1.5 ساعت بود و خب قاعدتاً خیلی از جای اون فایل 1.5 ساعت باید حذف می‌شد. بعد از حذف اضافات با یه همچین کابوسی روبرو شدم. حالا بعد چیکار می‌کردم که گپ بین هر کات رو حذف بکنم؟ اما قبلش تایمر رو اینجا می‌زنیم. حالت کلاسیکش اینه که دستی هر کلیپ رو جابجا کنم و بچسبونمش به کلیپ قبلی. حالت دیگه‌اش اینه که روی گپ رایت کلیک بکنم و ریپل دیلیت رو بزنم. حالت بعدی که یکم سریع‌تره اینه که روی هر گپ کلیک بکنم و دکمه دیلیت رو روی کیبورد بزنم تا هر دو کلیپ بچسبن به هم. اما بازم این روش برای همچین پروژه‌ای که نزدیک 600 تا کات داره یعنی چندین و چند دقیقه تلف شدن زمان. تازه اگر چیزی این وسط اشتباه دیلیت نشه. اما یه راهی پیدا کردم که امروز می‌خوام اونو با شما در میون بذارم. اگر از ورژن‌های قبل از 2018 پریمیر استفاده می‌کنین، بهتون یاد میدم در عرض کمتر از 10 ثانیه این گپ‌ها رو یکجا حذف کنین. اما اگر از ورژن‌های 2018 به بعد استفاده می‌کنین، فقط کافیه که یک کلیک توی نرم افزار بزنید تا همه گپ‌ها حذف بشن و کلیپاتون بچسبن به هم. اول روش اولو بهتون بگم. میریم سراغ نرم افزار. این گوشه سمت چپ پایین روی نیو آیتم کلیک می‌کنیم و HD bars and tone رو انتخاب می‌کنیم. تنظیماتش مهم نیست. اوکی رو می‌زنیم، اضافه‌اش می‌کنیم به تایم‌لاینمون و می‌ذاریمش روی ویدیو ترک بالایی. به اندازه مدت زمان ویدیوهامون می‌کشیمش، تریمش می‌کنیم. حالا رایت کلیک می‌کنیم روش و آن لینکش می‌کنیم. اگر توی پروژه فقط آدیو داشتیم، یعنی مثلا داشتیم پادکست درست می‌کردیم، بعد از اینکه آن لینک کردیم ویدیو رو پاک می‌کنیم و آدیو رو می‌ذاریم باقی بمونه. در غیر این صورت آدیوشو پاک می‌کنیم و ویدیو رو می‌ذاریم باقی بمونه. میایم اینجا همه ویدیوهایی که کات زده بودیم رو سلکت می‌کنیم، دکمه شیفت رو روی کیبورد نگه می‌داریم و میاریمشون روی ویدیو ترکی که HD bars and tone اونجا قرار داشت. شیفت رو چرا می‌گیریم؟ به خاطر اینکه موقع جابجایی بین ویدیو ترک‌ها کلیپ‌هامون چپ یا راست نرن. حالا دست به هیچی نمیزنیم. هنوز همه کلیپ‌هایی که آوردیمشون روی ترک بالایی سلکت شده هستن. درسته؟ دوباره شیفت رو روی کیبورد نگه می‌داریم و میاریمشون روی ویدیو ترکی که از قبل بودن. حالا بقایا و این تیکه پاره‌های HD bars and tone رو سلکت می‌کنیم، روشون رایت کلیک می‌کنیم و ریپل دیلیت رو می‌زنیم. بوم! به همین راحتی در 10 ثانیه همه گپ‌ها حذف شدن. اما اگر از ورژن 2018 به بعد استفاده می‌کنین، میریم سراغ منوی بالا، سیکونس و کلوز گپ. ساده‌تر از اینم مگه می‌شد؟ مرسی ادوبی. خب اینم از ویدیوی امروز. همه سعیامو کردم توی چالش نوازم. از این به بعد سعی میکنم که توی ویدیوهای آموزشی که میذارم سعی میکنم یه چالشی بذارم، حالا چالش تایمر یا چالشای دیگه، ولی سعی میکنم که این کارو بکنم. پس توی ویدیو بعدی میبینمتون.